شمالی تارات مادرالله را به بار نشسته و صدای دادخواهی و اعلام جرمش علیه جمهوری اسلامی را مردم ایران و جهان شنیدند. شادمان و زنده توانستیم صدای عزیزان به چون خفته خود باشیم و هرگز از فریادهای دادخواهان خود کوتاه نخواهیم آمد. تاثیر این دادها و شهادت خانوادهها و زندانیان سیاسی جان بدد بوده است هشدارهای دریکشست آنچنان بوده که هیچ کس را در مقابل خود این تفاوت نگذاشته است. از تشکیل و حمایت گسترده مردم به ویژه استقبال نهضهای بعد از دریک شست گرفته تا پوشش خبری دادگاه از سوی رسانههای جمعی بین‌المللی. فریاد دادخواهانه ما را جمهوری اسلامی تاب نیاورد. برای نخستین بار قریب به 3 دهه پس از ارتکاب جنایات عظیم به اعدام هزاران تن از عزیزان ما اعتراف کرد، اما در این حال برای توجیه جنایاتش و پوشاندن عظمت و ابعاد وسیع اجتماعی این دادخواهی و یک سوی نشان دادن آن مرگزاری این دادگاه را تنها به یک گروه خاص نسبت داد، در حالی که همه افرادی که شهادت شهود را شنیدند به خوبی فرد اجتماعی بودند و پوشش همه‌جانبه شهادتها واقفند. این برای اولین بار است که آگاهی همگانی از فاجعه‌ای که در دهه 60 در مصر گذشت مستقل از جریان‌های سیاسی و در این حال در پیوند با تمامی گروه‌های سیاسی فعال در آن دهه بر دل و جان جامعه و توده‌های داخلی و خارج کشور تأثیر می‌گذارد. آیا هرگز از درگاهی عظیم رنگ بردید که نه تنها دربانی برایش مستقر نیست بلکه وجودش نیز نگاه میگردد و حتی بیانش امکان‌پذیر نمیباشد؟ نه به دلیل ترس بلکه به دلیل تقدس آن رنگ و به دلیل اینکه احساس کنیم بیان آن در رنگ برای دیگران قابل درک نبوده و به افزایش دردتان منجر گردد. آنچه که در کمیسیون همیتگاه به درد نگذشت و آنچه در این مرحله شاهدش بودید و شنیدید فقط و فقط باز کردن زخم درون ما الگاهی جمعی به جراحات وارده است. ما از درد آور بودن آن این نگاه به این زخم درون ما از همان ابتدای کار آگاه بودیم، اما آگاهانه آن را به جان خریدیم. باشد که این یادآوری جمعی شروعی باشد برای حیات دردهای مشابه و آغاز باشد برای پایان یافتن این دردها برای نسل فردا. ما بر این باوریم که برگزاری این دادخواهی تاریخی خاص عموم مردم ایران به ویژه خانوادههای عزیزانشان را از زندانهای ایران اعدام کردند و در گورستانهای بینامنشان و در خطا درد کردند. ما واقعیم که درمان واقعی این درد ممکن نیست مگر با محاکمه جنایتکاران در پیشگاه همه مردم ایران و با حضور به تمامی خانواده‌های رنج کشیده در ایران آزاد. اما تسلیم این درد با خاطره جمعی ما و دادگاه ایران تریبونال نسترگردید. با ایمان به این نتایج این تریبونال و دادخواهی‌های بعدی در راستای اهداف آزادی‌خواهانه و عدالت‌خواهانه به صورت جلوگیری از تکرار این جنایت‌ها این جنایات وحشیانه به بار خواهد نشست و نسل‌های بعد از ما شاهد شیوه‌های انسانی‌تری برای حل مشکلات سیاسی و اجتماعیشان خواهند بود.